بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته جمعه ساعت 12 ظهر به وقت پایتخت آمریکا و نیویورک، واشنگتن پایتخت آمریکا و نیویورک، با دوستان هستیم از کانون آوا. امروز هفته پیش به دلیل اینکه تولد حضرت عیسی مسیح بود با آقای ادوارد ترمادو که ایشون هم ارمنی هستن صحبت کردیم و خیلی از شما دوستان به اصطلاح استقبال کردید. امروز خوشحالم که خدمتتون عرض کنم این آخرین برنامه امسال هست در سال 2017 و حسن ختام برنامه بانوان عزیزی هستن که سالها در سازمان مجاهدین بودن و بعد تصمیم گرفتن جدا شدن از سازمان. و ما قبلا یه اشکالی داشتیم در آخرین باری که مصاحبه کردیم با خانم همیرا محمد نژاد و من امروز میخواستم بگم که چه خوب میشد اگه این دوستان از یه جا برنامه اجرا میکردن. میگم کاش که از خدا یه چیز بزرگتری خواسته بودیم، ولی بعد گفتم نه، شاید خدا هم همین چیزهای کوچیک رو به آدم به اصطلاح زودتر بده. این دوستان با هم در یک محل جمع شدن و میشه گفت که نور علی نور هست. سلام میکنم خدمت هر دوی این عزیزان و امیدوارم که ایام کریسمس توی آلمان و ویناختن رو با خوبی با فامیلشون گذرونده باشن، با خانواده هاشون و با خانواده بزرگ ایران، و به زودی سال 2018، سال جدید میلادی رو آغاز کنیم با شادی، با آزادی، با مهربانی. من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار این دو بانوی گرامی میذارم، ضمن اینکه خیلی خوشحالم که حسن ختام برنامه های امسال این دو خواهر عزیز ما بودن. سلام به شما، خیلی خوش آمدید. بفرمایید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان محترم مردم تیوی، پیش سال نوی میلادی رو پیشا پیش به همگی دوستان چه در ایران چه در اروپا و آمریکا تبریک میگم. امیدوارم بهترین ها باشه در سال جدید و اینکه به امید آزادی تمام اسیرایی که در فرقه رجوی اسیر هستند، به امید اون آزادی. خیلی ممنون، بفرمایید شما. سلام آقای صادقی. سلام، احوال شما؟ سلام میدم به همه بینندگان عزیز و پیشا پیش سال میلادی رو به همه ملت ایران و تمامی اروپا تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی داشته باشن. خیلی ممنون. ما طبق اون پوستر یا فلایری که کانون آوا لطف کرده بود گذاشته بود، قرار بود که اول با خانم زهرا معینی باشیم و پس از اون در قسمت دوم با شما، ولی به دلیل اینکه شما کار دارید و باید برید، اگر اجازه بدید اول با شما خانم محمد نژاد برنامه رو شروع کنیم و پس از اون میایم خدمت خانم زهرا معینی. موافق هستید؟ بله. بسیار عالی. و اما پرسش های امروز، اولا اجازه بدین که من به دوستان بگم که شما از انجمن زنان ایران به اصطلاح در آلمان هستید، نوشته های شما روی فیسبوک و جای دیگه پخش میشه، دوستان میشون میتونن تماس مستقیم با شماها داشته باشن و اگر پرسشی دارن احیانا یا نظری دارن. یکی از کارهای خوب و به جایی که سازمان به کانون آوا از اولین برنامه شروع کردن، درست برعکس سازمان مجاهدین، این بوده که با دوستان بیننده و شنونده با مسئولیت برخورد کردن. مسئول یعنی کسی که به سوالات بیننده پاسخ بده، درست برعکس سازمان مجاهدین که هیچ کسی رو به اصطلاح قابل سوال کردن نمیدونه و میگه ما فقط جوابگو خواهیم بود به خدا. دوستان سوالات مختلفی میکنن و فکر کنم الان بیشترینش در رابطه با این اوضاع ریزش هست و شرایطی که سازمان داره. اگر لطف کنید در این مورد صحبت کنید تا من اون سوالاتی رو که 7 تا سوال هست
و لطف کردن فرستادن برای شما بخونم. ضمناً یک اشکالی ما اینجا با دوربین داریم که نمیدونم چرا اینجوری شد. اجازه بدید بله کامرای دو رو این کپچر سلیکت ایریا ببخشید از اینجا باید برمیداشتم تصویر شما. بله بفرمایید تصویر شما الان درست شد روی صفحه و در این مورد صحبت کنید یا هر موردی رو که خودتون صلاح میدونید تا من اون سوالا رو به اصطلاح آماده کنم و بپرسم. بله خیلی ممنون. ببین سازمان مجاهدین همونطور که خودمون میدونیم متاسفانه به دلیل سیاست های آقای رجبی تبدیل دیگه به صورت یک سازمان سیاسی متاسفانه نیست و حتی تبدیل به یک فرقه شده و بدتر از اون ویژگی های مافیایی پیدا کرده متاسفانه. امروزه هم که تلاش میکنه که تا اونجایی که میدونه باقی مانده تشکیلاتش رو در واقع نگه داره. همین یه مدت پیش خانم زهرا مریخی وقتی که به عنوان مسئول اول در واقع انتخاب شد اولین حرفش این بود که من این مسئولیت رو پذیرفتم که بتونم تشکیلات رو احیا کنم. معنی این یعنی چی؟ یعنی مرده بوده حالا میخوام زندش کنم. بله در واقع تشکیلاتی دیگه وجود نداره، اینا فقط تلاش میکنن که همین بالاخره چند نفری که مونده اونا رو با هر به قول معروف کاری به زور هر جوری که شده به هر حال بتونن اینا رو نگه دارن توی این سیستم. اگر یادمون باشه ببینین چند سال مدت ها پیش حالا دیگه سالش یادم نمیاد سازمان توی لیست تروریستی بود و تلاش خانم مریم رجبی و آقای رجبی این بود که تا اونجایی که میتونه سازمان رو از این لیست در بیاره و همیشه ادعاش این بود که ما اگه از این لیست بیرون بیایم میتونیم با نیروهایی که توی ایران با نیروهایی که توی اروپا داریم رژیم رو عوض کنیم. در واقع این ادعای همیشگی سازمان بود و به همیشه هم میگفتش که ما نه نیاز به سلاح داریم، ما نه پول از شما لازم داریم، ما فقط میخواییم از این لیست بیرون بیاییم و الا ما خودمون شبکه گستردهی از هواداران رو داریم. اوکی حالا میبینیم که الان چندین ساله که از این لیست اومده بیرون ولی باز هم هیچ تغییری نکرده. اگه وقتی که الان به صحنه امروزی سازمان نگاه میکنیم دیگه نه توی عراق، نه زیر بمباران، نه توی محاصره دولت عراق هستش، ولی با این حال و در این حال به یک کشور امن فرستاده شده ولی چرا هیچ توی وضعیت سازمان تغییری ایجاد نشده و نیروهاش همینطوری دارن تا اونجایی که میبینیم همینطوری در حال ریزش هستن. سازمان همیشه مثلا خودش اعلام میکنه که هزاران نفر توی این چی میگن توی پاریس توی تظاهرات ما نمیدونم توی این کنفرانس های ما شرکت کردن. اوکی از این هزاران نفری که شرکت کردن چرا تا به حال ما کسی رو نمیبینیم که از اونا به سازمان پیوسته باشه؟ من فکر میکنم که دیگه خب هممون میبینیم که راه دوری نیست، آلبانی نزدیک اروپاست، با یه بلیت هواپیما با یه بلیت قطار هر کسی که دوست داشت اینجا آزادانه میتونه به قول معروف بره و به سازمان بپیونده. ولی چرا اینو انجام نمیدم؟ پس این نیروهایی که سازمان داره شعارشو میده کجان؟ ببین رجبی همیشه فقط شعار میداد که همینطور که گفتم ما رو از این لیست خارج کنیم. اوکی ولی موقعی که خارج شد در واقع خودش فهمید که یک زهری رو خورده که دیگه برگشت ناپذیر نیست و اینم دلیلش اینه که موقعی که از لیست خارج شد و آوردنشون به آلبانی خیلی از نیروها از سازمان خارج شدن و اینکه اینجا دیگه امکان این نبود که اینا رو نگه داره نیروهایی که ازش میخواستن بیان بیرون.
چند روز پیش خانم زهرا مریخی توی به اصطلاحی که از همین نشستایی که توی این مقر جدید اشرفسه گذاشته بود از تغییر دوران صحبت میکرد. یعنی باز برمیگردیم به همین اینکه آقای ترامپ سر کار اومده، همونطور که سازمان همیشه منتظره که یه اتفاقی از بیرون بیفته که ایشون فکر کنه که خب الان یه نفری اومده ایشون رو خواهد برد به ایران. بعد که میگفتش که حالا که خب ترامپ اومده وضعیت رژیم دیگه بدتر خواهد شد و ما میتونیم به زودی بریم ایران. از طرف دیگه میان آقای مهدی ابریشمچی رو الان گذاشتن کجا؟ گذاشتن مسئول مستقیم اشرف سه، اشرف به اصطلاح سهشون. و دلیل اینم چیه؟ دلیل اینم اینه که برای اینکه بتونه، چون ایشون تا اونجایی که میدونیم همه در واقع میدونن تجربه خیلی زیادی توی این رابطه داره، که بتونه به صورت حتی فیزیکی هم که شده افراد رو نذاره بیرون بیان، در واقع باز ریزش افراد رو جلوشو بگیره. شما اگه سوالی داریم بفرمایید. نه سوال ندارم، منتظرم، بفرمایید. ببینیم سازمان همیشه ادعا داشته که به عنوان یک ارگانیسم زنده، چون خیلی ها سوال کردن میگن که خب هر ارگانیسمی، بالاخره هر سازمانی ممکنه افراد بیان توش و افراد ازش برن بیرون. این درسته، به سازمان هم همیشه اون موقع مسعود به ما میگفتش که ما به عنوان یک ارگانیسم زنده ایم و یک ارگانیسم زنده دفع و جذب داریم، همه اینا مشخصه. ولی ما وقتی که توی سازمان میبینیم خوب نگاه میکنیم میبینیم دفعش بیشتر از جذبشه. اون سالیان سالیانی که ما توی منطقه بودیم، موقعی که عملیات فروغ شدهش، سازمان اومد با شیوه این که این اسرا رو جذب کنه یه سری از اون خلاهاشو پر کرد. بعد از مدتی دید، به قول معروف فکر میگرد که خب حالا چجوری بتونم نیرو جذب کنم، نیرو بیارم. اومد به بچه ها میگفتش که خب بیاین به فامیلاتون زنگ بزنین، با فامیلاتون تماس بگیرین، سعی کنین که قوم خیشهاتون رو بکشین و اینجا. این هم یکی از روشاش بود. و بعدن هم که اون بچه هایی رو که به بهونه جنگ کویت فرستاد اروپا، دوباره با بهونه این که شما میتونید پدر مادرتون رو بیاین اینجا ببینید، اینا رو کشون. و وقتی که اینا رو کشون، خیلی هاشون گیر انداخت و دیگه اجازه نداد که اینا برن بیرون. و یک بار بعدی هم که اونجا خیلی فعال بود توش، ساکنان کرد اردوگاه رمادی رو توی عراق، اینا رو به اشرف آوردش، که البته تا جایی که من میدونم فقط یکی از این افراد توی اشرف باقی موند. این همون ماجرایی که به باند شکار انسانها هم معروف هست، نه؟ بله، دارم به همونم بعدا باز بیشتر بهش اشاره میکنم. و گام بعدی که واقعا، یعنی وقتی که فکر میکنم یک کار خیلی خیلی غیر انسانی بود سازمان بهش دست داد، همین که الان شما گفتین، در واقع به شکار همون آدم ها معروف شد. این داستانش توی کشورهای دبی و ترکیه، پناهنده هایی که می اومدن و می خواستن بالاخره به هر صورتی به اروپا بیان، اینا رو با قول و قرار این که شما بیاین اشرف، ما شما رو می بریم و شما بالاخره کیس خوبی، ما چند ماه اونجا بمونیم، بعدن که رفتیم توی اروپا می تونین خیلی سریع پناهندگی بگیرین. و این افراد رو می کشون توی اشرف. و خیلی از اینا رو که من تا جایی که میدونم بیش از 600 نفر از این طریق تونست به اشرف بکشونه و بعدن اینا رو خیلی هاشون گیر انداخت. افرادی که واقعا تلاش میکردن به هر محلی که شده بیان بیرون، ولی خیلی هاشون هنوز نتونستن. ولی الان وقتی که ما تمامی بعد از این داستانا ببینیم، نگاه میکنیم، میبینیم که چرا دیگه سازمان نمیتونه نیروی جذب کنه. در واقع ببینید بعد از این روشنگری هایی که به هر حال
از طریق افراد جدا شده و منتقدین سازمان میشه، این یه چیز طبیعیه که به هر حال افراد روشن‌تر میشن و سازمان نمیتونه کسی رو جذب کنه و این برعکسش چجوریه؟ اینه که داره فقط نیرو ازش بیرون میره و این نیروی دیگه جایگزین دیگه بعد از اون دیگه نشده، مثل یک حساب بانکه که فقط ازش برداشت کنیم و واریز نکنیم به حساب، خب بعد یه مدتی دیگه تموم میشه، احتمال زیاد بانک هم حتی میاد دنبالمون و طلبکار میشه. خیلی ممنونم. این ماجرای فریب دادن افراد برای اینکه اونها رو جلب کنه، یعنی به این صورت بوده که به اینا نمیگفته شما داری میان سازمان مجاهدین، میگفته که ما براتون وسیله‌ای فراهم میکنیم و اینا، احتمالاً اونایی هم که به عنوان دلال یا صیاد کار میکردن یه پولی میگرفتن. حالا درسته که سازمان هم ممکنه بهشون پول میداده، ولی تا اونجایی که میتونستن گوشت این بنده خداها رو به اصطلاح میبریدن و یا گوششون رو میبریدن. حالا سوال بعدی اینه که چرا به نظر شما سازمان مجاهدین وقتی که کشورهای زیادی میتونست بره این کشور آلبانی رو انتخاب کرد؟ یعنی در حالی که کشورهای بهتری آماده پذیرش اینا بودن، مثل رومانی که عضو اتحادیه اروپا هم هست و اینها، ولی آلبانی رو انتخاب کرد. در این مورد مقداری لطف کنی صحبت کنی. ببینید سوال خیلی به جاییه و خیلی از افراد هم از من سوال کردن اینو که واقعا سوال خوبیه و دلیلش ببینید اینه که ما اگه نگاه کنیم میبینیم که ببینید آلبانی که کشورهاییه که خیلی وقته تلاش میکنه که وارد اروپا بشه ولی هنوز نتونسته و شرط هایی هم که بازش گذاشته شده اینه که به هر حال به قول معروف باید این نظام مافیاییشو از بین ببره و نظام قضاییش هم در واقع درست کنه. و خیلی جالبه که رجوی، واسه رجوی خیلی سوژه خوبیه، یعنی سوژه خوبی بود، چون اول اینکه این کشور به اروپا متعلق نیست و دوم اینکه رجوی میتونه با همون شیوه هایی که همیشه به همه جا استفاده کرده و هممون هم ازش هر حال در موردش خیلی صحبت کردیم و هنوز هم صحبت ها میشه در موردش و اینه که همیشه با رشوه کاراشو سعی کرده انجام بده، همینطور که پارلمانی ها رو جمع میکنه با رشوه، نمیدونم تظاهراتشو تشکیل میده با اینکه به افراد پول میده جمع میکنه. و یک موضوع دیگه هم که خیلی قابل توجه فکر میکنم اینکه آلبانی هیچ وقت به این بچه‌هایی که اونجا هستن، به نیروهایی که اونجا هستن هیچ وقت پناهندگی نمیده، پس نهایتا مورد دلخواه رجویه و خیلی قابل توجهه که فکر میکنم هممون باید بهش توجه کنیم. ببینین سازمان سالیان پیش هممون یادمونه که توی اروپا داستانای پولشویی که خانم موینی هم بهش چندین بار اشاره کرده، موضوع پولشویی، موضوع کودک دزدی، موضوع اینکه ارگان‌های مختلفی که توی اروپا به وجود آورده بود واسه جمع کردن پول، که من خودم هم توی یکی از همین ارگان‌ها به اسم پول جمع کردن برای بچه‌های بی‌بضاعت و بچه‌هایی که در مرز ترکیه هستن خودم هم مجبور بودم اینجا کار کنم. بعد و نیروهای خیلی زیادی از خود سازمان که تو این رابطه فعال بودن تحت تعقیب اروپا هستن و وقتی که آلبانی متعلق به اروپا نیست تا یه مدت بالاخره میتونه اینا رو اونجا ساکن کنه بدون اینکه موضوعی واسه اونا اتفاق بیفته. یعنی شما بلحاظ آلبانی بی در و دروازه و بی قانونه و میشه اونجا به اصطلاح هر خرابکاری که دلشون میخواد انجام بدن و به همین دلیل بوده که اونجا رو انتخاب کردن. ولی نکته مهمی که شما گفتید همینه که اونجا آلبانی به اینها پناهندگی نمیده، یعنی در شرایط همینجوری انتظار به سر میبرن تا ببینن
چه می شود. یه نکته دیگه شما گفتید که همیشه سازمان منتظر بوده یک دست غیبی از بیرون بیاد و حالا منتظر آقای ترامپ هست. من همینجا به شما بگم خود آقای ترامپ منتظر یه دست غیبی هست که بیاد خودش رو نجات بده، چون چنان مردابی اینجا برای خودش و فامیلش ساخته که شما نگو و نپرس. ولی یک موضوع دیگه‌ای که آقای سیامک نادری پرده از یک توطئه‌ای برای به اصطلاح قتل خودش برداشت، اگر شما در اون رابطه به اصطلاح چیزی میدونید یا این نوع اقدامات در سازمان معمول بوده یا اطلاعی دارید، لطف کنید برای بینندگان توضیح بدید. ببین، موضوع قتل های مشکوک توی سازمان یه موضوع جدی هستش، یه مسئله جدی هستش و یه مسئله خیلی قدیمی هم هستش که افرادی که توی سازمان بودن نمونه های زیادی توی این رابطه دارن و امیدوارم که یه روز این موضوع ها رو بیان و اینجا بهش بپردازیم به قول معروف. و موضوع خیلی حساسیه که سازمان در واقع خیلی روی این داستان حساسه و سریع موضوع گیری میکنه، چرا که ببینین یکی از در واقع سیاه‌ترین برگ های جنایت رجبیه در واقع که من خودم هم بالاخره دو نمونه شو توی سازمان دیدم و همیشه سعی کرده که اینو لاپوشونی کنه، روشو بپوشونه. یه بار هم اگه یادتون باشه چندین سال پیش آقای وفا یغمایی به این داستان اشاره کردش که سازمان خیلی سریع شروع کرد به تهمت و افترا به آقای یغمایی و اصلا تعامل نکرد تو این رابطه که کمی صبر کنه. منظورتون میگم نقطه ضعف منظورتون آقای اسماعیل وفا یغمایی، همون شاعری که مداح آقای به اصطلاح رجوی بود، اونو میفرمایید شما دیگه؟ نه. بله بفرمایید. اونم که آقای نادری بایدم ببینید اینه توجه کنیم یه گوشه خیلی کوچیکی از این داستان رو باز کرده که در رابطه با خودش بوده، درسته؟ بله. با سازمان شروع کرده دیوانوار تو این رابطه افتاد به تکاپو و به قول خودش وقتی سازمان توجه کنیم وقتی که سازمان در مورد یک سخنگوی سازمان صحبت میکنه، اون سخنگو منظورش همون رجویه، رابطه اسم خود رجوی هستش که میگه که از اسلو یک سخنگوی سازمان موضوع گیری کرده و میخواد اون رو به گونه‌ای باز به رژیم رفت بده. ببینین این در حالیه که طبق اسنادی که خودش در سایت ایران افشاگر منتشر کرده که از آقای نادری بارها خواسته شده که تحویل دولت عراق تحت نفوذ ایران تحویل داده شود، درسته؟ مثل همیشه که هر گونه سوال یا ابهامی رو، هر اعتراضی رو، هر منتقدی رو به رژیم ربط میده، این داستان رو باز اومدش کار کرده خیلی راحت دوباره این فرد رژیمیه و به این داستان ها دوباره رفت داده. یه نقطه دیگه ای که یه حرفای در واقع نشون میده که آقای نادری حرفاش درسته اینه که ببینین سازمان تا به حال هیچ کدوم از اعضای داخل تشکیلاتش رو تو این رابطه که در واقع آقای الان نادری میگم ببینین نیاورده که حرف بزنن. تمام این افرادی بودن که جدا شدن و داستان چیه؟ آخر همین ماه این افراد باید برن پولشون از اونجا بگیرن. منظورم رو میفهمید؟ باید برن ماهیانه شون رو به اصطلاح از اونا بگیرن. ولی اگه نگاه کنیم سازمان کدوم یکی از افراد خودش رو درونی خودش رو تا به حال آورده که تو این رابطه صحبتی بشه؟ چون اصلا نمیتونه این موضوع رو اونجا بازش کنه. بسیار ممنون. و این ماجرای حتی حقوق اینها رو اینجوری گرفتن تا یه جورایی که من خبر دارم برخلاف اون قانون پناهندگی و اینها هست، چون قانون پناهندگی حتی وقتی با فامیل هستی، مرد همسر یا زن همسر بچه ها یکی یکی
پرونده دارن و هر کسی حقوق خودش رو داره، ولی اینها یک کاری کردن اونجا به قول شما همون پولای زیر میزی که دادن یا پارتی بازی هایی که کردن و اینها، یک کاری کردن که اینها شدن وکیل و وصی و به اصطلاح گاردین قیم این اعضا، یعنی اعضایی که میانگین سنشون 55 و اینها هست، هنوز توی یک کشوری مثل آلبانی خودشون نمیتونن برای خودشون تکلیف معین کنن و قیم دارن و این یه مقداری سوال برانگیزه. اون سایتی رو که شما گفتید که افشاگر، شما میشه به من بگید برداشت شما از این که این یک سازمان ولی این همه سایت های مختلف به اسمای مختلف داره چی هست؟ یا اون موقع که شما تو سازمان بودید، نمیدونم اون موقع هم حرف اینترنت و اینها بود، دلیل اینها چیه که این همه سازمان های مختلف و با وبسایت های مختلف و نام های مختلف به مردم ارائه میدن؟ ببینید این سایت ها سایت های خود سازمانه، سایت هاییه که توش به قول معروف آزادی بیان که توش نیستش، سایت های سانسور شده خود سازمانه. اینطوری ببینید، من بارها در مورد بولتنایی که سازمان به خورد ما میداد صحبت کردم. ببینید توی خود سازمان وقتی که یک خبری رو میخوان منتشر کنن، همیشه اینو فیلتر میکنن و شما هیچ وقت خبر اصلی رو از توش در نمیارین و در واقع همش دروغ‌های خود سازمان هستش. ببینید، من همونطور که گفتم قطعهای مشکوک توی سازمان موضوع خیلی مهمیه که بارها خانم سلطانی هم بهش اشاره کرده به این داستانا و خانم معینی هم همینطور و بقیه افرادی که به هر حال از سازمان جدا شدن. و ولی من خودم فکر میکنم بهتره که اینجا یکمی بیشتر بهش بپردازیم، که چون این داستانا هیچ وقت تو همین سایتایی که الان شما گفتین نه گفته میشه نه نوشته میشه و نه خواهد شد، چون اینا همه سایتای خود مربوط به خود سازمانه. و شما اگه سوالی دارین بکنیم، اگه ندارین ادامه بدم. لطف کنید بگید، چون این سوالا رو من قبلا هم برای شما فرستادم و به اصطلاح میدونیم که به چه صورتی هست. خود شما میتونید توضیح بدید. همون یکی این ماجرای این سایت ها هست، بعد میرسیم به اونجایی که نظر شما درباره شیوه های سازمان و دست زدن به قتل مخالفان چیه. ضمناً دوستان سوال میکنن آیا آمار دقیقی از تعداد افراد در آلبانی وجود داره و میانگین سن اینها چیه. یه دوست دیگه سوال کرده که چرا میدیا یا رسانه‌های آزاد درباره این نوع کارها صحبت نمی‌کنن؟ که من فکر کنم جواب شما این باشه که خب این سازمان خیلی بسته است و جوابگو نیست، خبرها به بیرون درز نمی‌کنه و اینه. ولی اگه شما باز نظری دارید در این مورد بفرمایید. یکی این شیوه‌هایی که سازمان دست به قتل یا از بین بردن مخالفین خود میزنه، بعدم تعداد دوستان به اصطلاح مجاهد در آلبانی. ما همه رو دوست خطاب میکنیم برای که اونها هم امیدوارم ما رو دوست مخالف بدونن. بفهم. ببینیم در مورد این سایت هاش و اینکه چرا افراد به قول معروف چرا سایت هایی که مثلا آزاد هستن به قول ایشون توی این رابطه صحبتی نمی کنن. ببین، ما ها افرادی هستیم که به هر حال باها اومدیم اینجا صحبت هامون رو کردیم و فکر کنم ما ها مبینیم. اول اینکه این سازمان اصلا، ببینین، کسی علاقه خاصی به این سازمان نداره بخواد در مورد این سازمان بیاد حرفی بزنه. این سازمان همیشه سعی میکنه خودش رو بزرگ کنه و به زورم که شده چند تا خبرنگار بیاره که شاید ازش یک برنامه درست کنن و بدن بیرون. تنها تلاشی که میکنه همین که گفتم توی این روزنامه های خودش، سایت های خودش، تا اونجایی که میتونه سعی میکنه که اون نظرهای خودش و دیدگاه فقط خودش رو بیرون بده، که اونم همش به صورت فقط چیزای مثبتش. رو شما فقط یک نفر میتونه بیاد اینجا بگه که سازمان کی از خودش یک نقطه منفی بیرون داره. اگر کسی به من همین الان اینجا بنویسه
من خیلی ممنون میشم واقعا، چون من که تا به حال ندیدم که سازمان یک انتقاد کوچیکی توی این سالیان از خودش کرده باشه. اگه خانم زهرا معینی میدونن میتونن اینجا بگن، من یادم نمیاد حداقل. خب همین سوال رو اجازه بدید من منتقل کنم به بینندگان. اگر بینندگان سراغ دارن زمانی رو یا مصاحبه‌ای رو که یک کسی انتقاد کرده باشه و این انتقاد رو پخش کرده باشن یا سازمان جواب داده باشه، لطف کنید بگید تا ما در برنامه‌های آینده بگیم یا همین الان از طریق فیسبوک و اینها اعلام کنیم. خب دوستان عزیز، با خانم حمیرا محمد نژاد و خانم زهرا معینی هستیم. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار این دو دوست و عزیز باشه تا با شما صحبت کنن. سوالات خودتون رو میتونید از طریق فیسبوک، ایمیل، تلفن، تکست مستقیما تماس با خود این دوستان بیان کنید و همیشه پاسخگو بودن و همیشه نظرات شما رو با احترام پذیرفتن و بهش به اصطلاح توجه کردن. بفرمایید با شما هست. آقای سربی، خیلی از خبرنگارا دوست دارن که برن و مصاحبه کنن، آزادانه برن. قبلا فکر کنم سال 2005 توی این زمانها بود که یه روزنامه ایتالیایی میخواد که با خانم رجبی مصاحبه کنه. بهش از طرف شورای ملی مقاومت گفتن که سوالاتتون رو بنویسید برای ما بفرستید، هر کدوم که صلاح بود ما میگیم باشه در این رابطه سوال کن، هر کدوم که نبود ما خط میزنیم. ببینید اینا میگن سوالا رو به ما بده، ما روش نگاه کنیم ببینیم که چی به نفع ماست چی به ضرر ما. اون موقع شما انتظار دارید از یه اپوزیسیون که خودش رو فقط یه دونه اپوزیسیون میدونه بگه که باشه این در بازه، فاکس نیوز یا فوکس بیان اینجا با خانم رجبی صحبت کنن. کسایی هم که الان میبینیم بعضی وقتا تو سایت هاشون میزنن، از قبل خریدن اینا رو، از قبل مشخص شده که تو چه کادری تو چه چارچوبی شما میتونید سوال کنین، بیشتر از اون اجازه ندارید نه سوال کنید نه پخش کنید. اگه خودت هم یادت باشه اون سالیان که میبخشی من الان اون سالیان که میخواستم روزنامه نگارای خارجی رو میدادم چیکار میکردم؟ من دوست دارم اینو توضیح بدم برای اینکه اینجا سوال شده، فکر میکنم جاشه که به این خاطره حتما برم. ما رو اونجا جمع میکردن، بعد چه لباسی باید بپوشیم، چجوری باید برخورد کنیم، چجوری باید راه بریم، چه سوالایی ممکن از ما بشه، چه سوالایی باید جواب بدیم و چجوری، یعنی تمامی اینا. خیلی میبخشید تو این لحظه ما میشدیم شاهشویلا چی میشه؟ نه شاهشویلا هنرپیشه، ما در واقع یه هنرپیشه بودیم دیگه. بقیه داستان خب معلوم بود، سازمان کی اومده که یه چیز واقعی رو نشون بده؟ کی درشو باز گذاشته بگه همین الان شما میتونین بیاین تو و واقعیت منو ببینین؟ چرا این کارو نکرده؟ برای اینکه خب ترس داره ازش، برای اینکه واقعی نیست، برای اینکه همه این چیزایی که هستش همیشه یه خلایی توش هستش. در مورد این سوالم که گفتین که چند نفر اونجا هستش، خب ما حدودش رو کاملا شاید نتونیم بگیم، تقریبا بین فکر میکنم 1000 تا 2000 نفر. اگه کسی بهتر میدونه میتونه بیاد بگه. من تا اونجایی که میدونم همین حدود روز پیش دوباره 150 نفر جدا شدن و این یه خبر خیلی موثقه و حتی یک خبر موثق‌تر از اونم هستش که یک فرد، یکی از افراد خود سازمان که من متأسفانه اینجا نمیتونم الان در موردش زیاد توضیح بدم، خودش رو به فرودگاه آلبانی رسونده از طریق یکی از فامیلاش که فامیلش با سازمان در واقع کار میکرده به اصطلاح و همین در واقع برنامه ریزی شده. اینا خیلی قشنگ اقدام کردن و اگر خانم رجبی فکر میکنه که ما اطلاعاتمون کمه یا نداریم، خواهش میکنم همینجا بدونه که ما اطلاعاتمون در موردش خیلی زیاده و همین الان این فرد توی آمریکا و این اتفاق خیلی جدیده
و به هر حال موضوعی که در ارتباط چون به جنبش نیرو رفت داره، هم که اینجا اینو گفته باشم. و اما در رابطه با شیوه های سازمان که چطوری و چگونه مخالفاش رو به قتل میرسوند، دوست داشتم اینجا بگم. شما اشاره کردیم به قتل های مشکوک. ببینین، افراد به سه طیف در واقع تقسیم میشدن. افراد اول همون افراد رده بالای سازمان بودن که اطلاعات خیلی زیاد و خیلی مهمی در رابطه با سازمان داشتن. همه اونایی که از سازمان جدا شدن، به هر حال منتقدین و جدا شده ها، علی زرکش یادشونه که چجوری توی عملیات فروغ به صورت خیلی مشکوکی به قتل رسید و هیچ وقت هم در موردش صحبتی نشد. یا یکی از مسئولینی که اسم مستعارش من یادمه، اسمش به عنوان برادر کمال اونجا معروف بود، توی سالای نیمه 70 اول بهش مارک فساد اخلاقی زدن و بعدن ادعا کردن که ایشون خودکشی کرده. و اینم یکی دیگه از شیوه های در واقع از بین بردن مخالفاش بود که اول اینا رو ترور شخصیتی میکرد و بعدن به صورت فیزیکی از بین میبرد. مورد دیگرش که میتونم باز به اسم نام ببرم، کاک اسد بودش که همون صادق دربندی که به طور مشکوکی توی اون موقع که شلوغی های جنگ آمریکا شروع شده بود، یه سالای تقریبا 2003، توی اون شلوغی ها کشته شد. چون آقای همین کاک اسد در واقع یکی از مخالفای سرسخت سیاست های رجوی بود، همچنین توی اون دورانی که دیگه مجبور شدن اشرف رو تخلیه کنن، ما شاهد چندین قتل مشکوک بودیم، از جملهش مهدی افتخاری یا به اصطلاح فرمانده فتح الله که سالها که توی اشرف تحت کنترل تشکیلات بود تحمل میشد، چون به هر حال میتونستن کنترلش کنن. اما از اونجایی که دیگه توی لیبرتی قرار بود برن و لیبرتی میومد زیر پوشش در واقع سازمان ملل و امکان اینو میدادن که فتح‌الله از اونجا خارج بشه، و همین دلیل خیلی به سرعت از بینش بردن. اینا گروه اول بود که گفتم افراد به هر حال در بالای سازمان بودن و اطلاعاتشون خیلی زیاد بود. ببینیم گروه دوم افرادی بودن که مخالف تشکیلات بودن ولی دوست نمیخواستن از سازمان برن بیرون، حالا به چه دلیلی. من خودم یکی از کاملان اونجاست و میدونم که ایشون همیشه میگفت فکر کنید این طرف خیلی بچه بوده رفته، خیلی بچه بوده، یعنی اون موقعی که میبردن نمیدونم این توی کردستان بالای کوه میبردن که چیزای صوتیش رو بزنن، این اون موقع توی سازمان بود. این فرد در واقع من فکر میکنم هیچ دیگه راه برگشتی واسه خودش نمیبینه. به هر حال این افراد درسته که نمیخواستن بیان بیرون ولی مخالف سیاست های سازمان بودن، و از جمله این افراد رو میشه یعقوب برو اسمش رو که باز ایشون هم به روش خیلی مشکوکی از بین بردنش، و فکر کنم که حتی توی اشرف ایشون رو دفن نکردن. یکی دیگه از اینا احمد رازانی و شمس الله گل محمدی و آخریش که خب آقای نادری بود که البته برها سال جون سالم به در بود و موفق نشدن که باهاش کاری بکنن. این دسته سوم افرادی بودن که در واقع اهمیت تشکیلاتی و یا سیاسی توی سازمان ندارن، بلکه به طور خواسته یا ناخواسته یک در واقع در معرض یه
چیز اطلاعاتی قرار گرفتن. بعد که در واقع سازمان به نحوهای مختلف بعد سعی میکرد این افراد را هم از بین ببره. از جمله این افراد حجت محمدیه اگه خاطرم باشه توی حدود سالهای 1377 بودش که به دلیل شلیک ناخواسته ایشون رو از بین بردن. ببین این فرد یک فردی بودش که به لحاظ نظامی هیچ مشکلی نداشت و خیلی کارکشته بود، ولی باز میبینیم که خیلی راحت سازمان تونست ایشون رو با اعلام اینکه شلیک ناخواسته انجام شد از بین ببره. که من دوست دارم تو این رابطه یک اشاره کرده باشم. ببینین کسایی که به صورت نظامی به هر حال واردن میدونن که شلیک های ناخواسته توی ارتش ها اگر خیلی کشته بار بیاره ممکنه یک سوم باشه و بیشترش به مجروح شدن فرد میکشه نه اینکه به کشته شدنش. ولی ما تمامی شلیک های ناخواسته رو توی سازمان که میتونن بر جای اینجا نمونهش رو خواهش میکنم اگر کسی داره اینجا بگه، همش منجر به مرگ طرف شده. یکی از ببینین شیوه‌های رایجش توی سازمان مثلا که میخواست فرد رو از بین ببره، فرستادن به مأموریت های مشکوک بود. مثلا اگر هنوز زمان زیادی ازش نگذشته، بچه ها همه یادشونه، موقعی که اشرف رو داشتن تخلیه میکردن، رجوی به اصطلاح یه سری از افراد رو اونجا گذاشت که حفاظت اشرف رو به عهده بگیرن. وقتی که ما به پروسه همه این افراد نگاه میکنیم ببینیم بیشترشون مخالف رجوی بودن. یکی از اونها که البته خب من اینجا میگم متاسفانه ما دستمون باز نیست، نمیتونیم الان اسم همه افراد رو اینجا بگیم به خاطر اینکه افراد رو به خطر نندازیم، و این فرد اسمش بگیم اختصاص میدم به همین دوتا حرف که جان سالم ببره از اونجا. ببینین شیوه دومیش اهرام پزشکی بود و دارویی. و چجوری سازمان این کار انجام میداد؟ اول اینکه داروها رو جابجا میکرد، مقدارش رو کم یا زیاد میکرد و یا قرارهای امداد طرف رو بالا پایین میکرد. به هر حال یه کاری، یه بلایی سر این فرد میآورد که به اصطلاح نتونه به لحاظ پزشکی بهش رسیدگی بشه. و بعدنم که از بین فرد، منظورتون از قرارداد امداد یعنی وقت دکتر، اون اپوینتمنت دکتر اینا نمیذاشتن اینا برن موقعی که باید میرفتن. الان به همین خاطرم خیلی از این دوستانی که اونجا هستن بیماری های مزمن و کهنه دارن. یکی از دوستان سوال میکنه که خب اینا منظورشون، ببخشید بذار اجازه بخونم که درست بخونم، نوشتن الان منطقه این فرقه برای حفظ این مثلا ارتش آزادی بخش سابق تو آلبانی چی هستش؟ با این پیرزن ها و پیرمرد ها مثلا میخوان ایران رو بگیرن. اجازه بدین ما احترام بذاریم به مأمور مخفی سازمان مجاهدین به نام رکسان سرنگونی که ایشون آمده، نه اسمی نه عکسی، فقط می‌نویسه که سازمان انقدر کارش درسته که احتیاج به انتقاد نداره. من باور کنید اول فکر کردم این به صورت جوک نوشته، ولی به نظر میرسه که این فرستاده سازمانه. ولی خوشحالم که اینجا هست ایشون، اقلا ببینه که روش برنامه گذاشتن، مهمون داشتن اینه که شما هم میتونید آزادانه بنویسید. ولی خوب میشه که شمایی که میخواین ایران رو آزاد کنین، عکس خودتون، اسم خودتون و بیاین بیرون. ولی اگر خمینی هم رفته بود قایم شده بود مثل شما پشت پرچم شیر و خورشید و پشت عکس موش و گربه، خب میشد مثل رهبرتون آقای رجوی که معلوم نیست زنده است یا مرده، توی سوراخ یا زیر آب یا توی هواست. در صورت
خوشحالم که ایشون هم اینجا هست. باز دوستان سوال میکنن که کانون آوا نوشته اصلا تماس با سازمان مجاهدین امکان پذیر نیست. کاملا درست میگن، چون من هفته پیشم با آقای غلام ترشیزی که به عنوان هوادار اینجا تبلیغ میکنه برای سازمان مجاهدین گفتم خب بگیم به من پاسخ نمیدن، شما بیا یه چیزی بنویس بفرست، وقتی پاسخش اومد به من نشون بده، حتی برو اون پشت بگو که من میخوام به این سربی نشون بدم که شما جوابگو هستید. ولی حتی ایشون نتونست این کار رو هم انجام بده. در رابطه با اون دوستی که به نام رکسان سرنگونی آمده اینجا، خود من بارها به آقای فیلابی، خود من بارها به آقای مهداد که هم همشهریم هست و هم کالیفرنیا زندگی میکنه و برنامه داشته در تلویزیون، خود من به آقای علی از کانادا گفتم من حاضرم دوربین را به دست بگیرم و با شما بیام برم مصاحبه کنم اونجا. هیچ وقت اینها حاضر به همچین کاری نشدن. بازم خوشحالم که دوستان طرفدار مجاهد میتونن آزادانه بیان برنامه شما رو ببینن. امیدوارم از آزادمنشی شما، شجاعت شما، شهامت شما اینها هم کمی یاد بگیرن. ببخشید شما داشتید در رابطه با این شیوه دوم، همون اهرام پزشکی و سر قرار امداد نرفتن و اینها و جابجا کردن، منظورتون یعنی داروهای اینا رو عوض میکردن؟ بله. خب بفرمایید. کم یاد کردن. من خودم خب توی سیستم پزشکی کار میکنم و به هر حال میبینم که با یک جابجایی دارو، ما مثلا موقعی که یه فرد دیابتی میاد، ما واقعا بعضی وقتا یک هفته طول میکشه تا بتونیم دیابت این طرف رو تنظیم کنیم که بالاخره به اون نقطه برسه که قندش رو بتونیم به صورت کانستانت بیاریم. چون بعض وقتا بالاخره ما مثلا فردی رو داشتیم که با قندش 500 بود، ما 500 خیلی بالاست، حتی طرف میتونه بکشه. یعنی واقعا یک هفته طول میکشه با داروی منظم، با مشخص بتونیم این کار انجام بدیم. پس با دارو خیلی راحت میشه. افرادی که توی سیستم برخواد پزشکی کار میکنن اینو میدونن که چقدر راحت میشه با دارو خانم محمد نژاد. ما هم که توی سیستم پزشکی نیستیم میدونیم وقتی میریم دکتر و مثلا الان فصل آنتیبیوتیک هست، میگه اینها را هم سر وقت به موقع باید بخورین، هم تا آخرش. و من این صحبتی که شما کردید میتونم حدس بزنم که اگر یک کسی که مرض قند داره اون انسولین یا اون داروهای دیگرش رو به موقع ندن، اینی که مثلا 500 هست یه دفعه اصلا ممکنه کور بشه، ممکنه بمیره و الی آخر. در صورت پس میگید یکی از روش هام این بوده که اگر میخواستن کسی رو به اصطلاح حذف کنن، با اون داروهاش یا با اون نوبت دکتر و اینهاش بازیچه و به اصطلاح دسیسه میکردن و بازی میکردن. خیلی ممنون. بفرمایید. آقای صاحبی میبخشید، من دوست دارم به دوستی که گفته بود که خب این افراد که پیر هستن و اینا یه جوابی بدم اگه اجازه دم. بله. نه در واقع صحبتی بکنم تو این رابطه. درسته این دوستمون درست میگن، ولی من فکر میکنم شما ببینین سازمان اصلا خودشم میدونه. مسئله سازمانم این نیستش که این افراد حالا پیرن و یا جوونن و یا هرچی. البته از خودش بود که میتونستید افراد جوونتر جذب کنه. ولی ببینین این اگوی فردیت طلبی آقای رجوی و اینکه همیشه فکر کنه که به عنوان یک رهبر، من وقتی اینجا میشینم هیچ کسی رو هم ندارم، موریدی با قول معروف با قدیم یا ندارم، نمیتونم که خودم رو به عنوان رهبر اعلام کنم. ایشون اونقدر فردیت داره که حتی اگه یک نفرم مونده باشه و اینکه این فردیتش رو بتونه ارضا کنه دیگه واسش مهم نیست این فرد پیره، این فرد جوونه یا هر چیه. چون فردیت طلبی این فرد اصلا ببینید هواداریشون یا حالا کسی که الان اومده به اسم رکسانا بوده یا هر چی، وقتی که میاد میگه ببین عقل منطق اقتضا میکنه که من وقتی که میخوام دهنم رو باز کنم اول فکر کنم کجای دنیا
چه کسی به جز خدا میتونه بگه که من اشتباه نکردم؟ هیچ انتقادی به من وارد نیست. همین الان که ما میشینیم اینجا، هر کسی میخوایم حرف بزنیم، صد تا ممکنه باید کلمه رو بالا پایین کنیم تا بتونیم درست از ذهنمون بیاد بیرون. چجوری این فرد میتونه هیچ اشتباهی نکرده باشه؟ آخه پروسش رو نگاه کنین خانم، ببینین چند هزار نفر بودن. من فکر نمی کنم خانم محمد نژاد، من فکر نمی کنم هیچ خانمی به این نادانی باشه. معمولا ما آقایون یک کمی دوگم هستیم و نادان، و این فکر کنم این آقایی هست که اسم رکسانا رو برای خودش گذاشته. اجازه بدید از آقای رزاقی تشکر کنم. ایشون نوشتن که تمام افرادی که در راه‌های مختلف تشکیلاتی ناپیدا می‌شدن، همه افرادی بودند که به لحاظ تشکیلاتی با سازمان مشکل داشتند. ضمناً چون شما پرسیدید که اگر کسی هست اسمش رو اینها رو بگن، احمد رضاپور بر اثر فشارهای روحی روانی که مژگان پارسایی و دیگر سران فرقه به وی آوردن دست به خودکشی زد، که بلافاصله گفتن شلیک ناخواسته بوده. باز میگن که این افراد به طور مشکوک کشته میشدن، همه را طوری صحنه سازی میکردن که با یک سانحه کشته شده اند. و ممنونم از آقایی به نام جورج پاپر. ایشون گفته Hello Mr. Sorby, this lady is very brave because she knows that she will be insulted by PMOI after her talking. I respect. بله، بذارید با فارسی بگم. میگه که سلام آقای سوربی، این بانو، این خانم خیلی شجاع هست، چون میدونه که بعد از صحبتاش به احتمال زیاد مورد توهین و تهدید سازمان قرار میگیره. من برای ایشون احترام خاصی قائلم و به ایشون میگم براوو، آفرین. یا آلمانی ها میگن چی؟ واندرفول، ووندبا. بله، یکی از دوستان هم آقای شیرزاد جلیلی از سوئد نوشتن این عکسی که من فرستادم، این دختر در سال 73 در آتش سوزی سوخته و سازمان مجاهدین به خبرنگار سوئد گفته توی ایران در زندان شکنجه شده. ضمناً در عوض این خانم توی نظافت سلاح آتش گرفته، توی تمیز کردن اسلحه که یک کار رایج هست. من از دوستان تشکر میکنم که آمدن در برنامه و همکاری میکنن، و از شما هم عذر میخوام اگر حرفتون رو قطع کردم. لطف کنید درباره همین شیوه هایی که گفتید باز صحبت کنید، و اگر باز موضوعی هست خود شما عنوان کنید. بفرمایید. شیبه بعدی هم که فکر می‌کنم که وسط حرفان به هر حال جایش چیز کردم، اشاره کردم، شیبه همون شلیک‌های ناخواسته بود که خوشبختانه خب خیلی هم اونجا اشاره کردن. و شیبه بعدی که خیلی توی سازمان رایج بود، خودکشی، که می‌گفتن مثل نسرین احمدی که اعلام کردن که خودکشی کرده، که خط به نسرین احمدی هم نمیشه. و بچه ها فکر کنم نمونه های خیلی زیادی شو دارن. خانم سلطانی هم چندین بار به این داستان اشاره کرد، و وقتی که دیگه به هیچ جایی نمیرسیدن میگفتن که فرد خودکشی کرده. مهری موسوی، درسته که شما بودم چند بار بهش اشاره کردید. در حال تحقیقات من تو این رابطه ادامه داره، و امیدوارم و از شنوندگان واقعا خواهش میکنم، همینطوری که الان فعال بودن، اگه موضوعی هست، سوالی هست، برای ما بنویسن. و به هر حال من کسی هستم که میگم از سازمان خیلی وقت جدا شدم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم به هر حال برای روشن کردن ذهنها تحقیقاتم رو انجام میدم، و نگاه میکنم که تا اونجایی که بتونم به هر حال حرفامو بیام بزنم. و اگه سوالی بود، چیزی بود، حتما اینجا در خدمت هستم. و خیلی ممنون که شما همیشه به ما این فرصت رو میدین که ما بتونیم صدامونو در واقع به گوش همه برسونیم. خیلی ممنون ازتون. من هم ممنونم از شما و به شهامت و شجاعت شما، واقعا باید سر تعظیم فرود آورد. و من هم از شماها ممنونم که آمدید با فداکاری کردن و با این خطر رو به جان خریدن باعث شدید که
به دیگران بگید که در اون سازمان چه خبر هست و به اصطلاح فریب نخورن. باز اینجا از دوستان ممنونم که با شما همکاری میکنن و امیدوارم سالی خوب و شاد در انتظارتون باشه و در سال 2018 وقتی که با شماها صحبت میکنیم خبرهای خوب، بهتر و شادتری رو با دوستان در میون بگذاریم. برای شما خانم همیرا نژاد، خانم محمد نژاد بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که اون سرماخوردگی و گلو درد هم به زودی برطرف بشه. اینجا هم وضع خیلی بده، همه سرما خوردن. خیلی ممنون از شما، به امید دیدارتون. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، با خانم همیرا محمد نژاد بودیم، از ایشون بسیار ممنونم. اصلا به صورت یه محقق دارن کار میکنن و نتیجه تحقیقاتشون رو حتما با شما در برنامه‌های آینده در میون خواهند گذاشت. و اما بار دیگر میریم به سراغ خواهر عزیز و گرامی خانم زهرا معینی که چندین بار در برنامه ما مهمان برنامه بودن. ویدیوهای ایشون در بایگانی کانون آوا، همچنین در یوتیوب و در بایگانی تلویزیون مردم هم موجود هست. با سلامی دوباره و خوش آمد به ایشون و تبریکات این ایام و اینکه سال خوبی هم در پیش داشته باشن. من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. بفرمایید خانم معینی، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. با سلام خدمت شما آقای صوبی و بینندگان محترم، خیلی ممنونم که این فرصت رو به ما دادید که یک بار دیگه با عزیزان صحبتی داشته باشیم، باهاشون بتونیم از تجارب خودمون بگیم. هنوز هستن افرادی که فکر میکنن سازمان یک پول این شاخ خودمیه که هیچکی نمیتونه این شاخ ها رو بشکنه، ولی اینطور نیست. ماها از اون جامعه اومدیم بیرون، ماها هم اون تجربه ها رو داریم و امیدواریم که کمک کنه براشون و سال پیش رو هم سال خوبی باشه برای همشون. بسیار ممنونم. اگه لطف کنید درباره موضوعاتی که در پوستر دیروز گذاشته شده بود روی کانون آوا برای دوستان بگید و وضعیت حقوقی افراد اسیر در فرقه رجوی رو باز کنید برای ماها، ممنون میشم. تا دوستان هم اگر سوالی پرسشی دارن ارسال کنن یا اگر نظراتی دارن با ما در میون بذارن و شما هم در حین برنامه هم پس از برنامه، چون این ویدیوها میمونه روی فیسبوک، میتونید بهشون پاسخ بدید. بفرمایید و بگید که وضعیت افراد در فرقه چیه. و بعض دوستان سوال میکنن چرا میگید فرقه، برای که سازمان با شرایطی که برای خودش درست کرده بعد از 50 سال تمام مشخصات یک فرقه رو داره. فرقه اینه که مسئولش یکی هست و عوض نمیشه. خودشون انتخاباتی که را میندازن انتخاباتشون اینجوریه که میگن این رو انتخاب کن، همه میگن بله، بعد جوابگو نیستن. این میشه فرقه دیگه، همین سازمان مجاهدین. اگه کسی باور داره که سازمان هنوز سازمان هست بیاد و برای ما هم توضیح بده. بفرمایید. بله، من گفتم که در رابطه با وضعیت حقوقی افرادی که در آلبانی هستن، ببینید خیلی ساز فرقه رجوی خیلی تلاش کرد که این افراد هیچ وقت به آلبانی نیان، خیلی تلاش کرد، خیلی سنگ اندازی کرد، اما بالاخره این شاخ شکسته شد با افشاگری هایی که کردیم. افراد رو به آلبانی اعزام کردن، شرایط رو انقدر واسه این افراد سخت کردن، انقدر سخت کردن، چون اون افراد با دنیای بیرون هیچ ارتباطی نداشتن. همه حرفایی که مسئولین سازمان میزنن فکر میکنن درسته، مثلا خب یه زمانی ما فکر میکردیم اگه تو عراق بیایم بیرون واقعا اینا ما رو میبرن توی چیز زندان رمادی، میدن دست استخبارات اونجا، ولی خب این در رابطه با عراق بود.
در رابطه با آلبانی، ببینید اینا اومدن میگن که خب ما میایم شما به ما امضا بده، ما میریم کمیساریات میگیم که مثلا این طرف پیش ماست، حقوقی که قراره به تو بده اون حقوق میدن به ما، ما هم به شما میدیم. ببینید یعنی اینجا اومدن واسه این بچه ها یه حالت یه اسم خیلی خوبی داره، انگار که کودک یتیم صغیر کودک... هستن اینها، صغیر هستن. آره اینا صغیر هستن، بعد ما بزرگشون هستیم، ما هم میگیریم. خب این کار رو کردن یه سری ها، خب اومدن بیرون، یه سری ها نیومدن. خب الان مثلا خیلی ها نمیدونن، ببینید اومدن به زور ازشون امضا گرفتن که برن مثلا قرارگاه سه اشرف. یعنی چی؟ یعنی که اگر یه اتفاقی برای یک نفر اونجا افتاد و یک نفر فوت کرد، بگن که ببین ما مقصر نبودیم، این خودش امضا کرده، به زور امضای خون ازشون میگیرن که در اونجا یعنی اون چهار دیواری زندانیشون کنن که تموم، یعنی تموم بشه بمیرن. ببین وضعیت حقوقشون اینقدر خیلی فاجعه باره آقای سردی. من ماها واقعا وقتی میشنویم مثلا یاد یه اتفاقایی میفتیم که قدیم برای ماها اتفاق میافتاد. الان مثلا خب شنیدیم که میرن کسایی که رفتن قرارگاه سه، اینا حق ندارن که بیرون بیان، همه افراد حق ندارن، تعداد مشخصی حق دارن بیان بیرون، برن خرید کنن. مثلا اگه برن یه دونه پرتقال بخرن، یه دونه چه میدونم نوشابه بخرن، یه چیزای دیگه، مثلا اگه به پول اونجا نمیدونم پول رو واحد پولشون چیه یک باشه، میارن همون پرتقال یا همون نوشیدنی رو به اونا که داخلن 5 میفروشن. ببینید این پول رو اینجوری از اینا میگیرن، به جای اینکه پول رو بدن به افراد، از افراد اینجوری میکنن. خب اون افراد احتیاج، یعنی کسایی که اونجا هستن احتیاج دارن به مواد غذایی، احتیاج دارن به نمیدونم لباس و اینجور چیزا، ولی خب سازمان چه کار داره میکنه؟ به جای اینکه بهشون برسه واقعا، به جای اینکه ریخت و پاش هایی که به لابی های دیگه میدن خرج این بچه ها بکنه، حقوق کمیساری ها رو که ازشون میگیره، بهشون میگه که صداتون در نیاد که ما ترامپ میاد ما رو برمیداره میبره ایران، این ما این خدمات رو میکنیم. من چند روز پیش داشتم با یکی از این افرادی که جدا شدن صحبت میکردم، واقعا آقای سوری آدم وحشت میکنه حرفایی که اینا میزنن. میگفتش که توی عراق در گرمای بالای 40 درجه و این خونه های پیش ساخته بهش میگفتن بنگال، اینا باید تو اون گرما میرفتن اون بالا آهن جوش میدادن، اون مسئول پایین تره بهترین مواد غذایی رو داشت، بهترین پوشاک رو داشت، ما مثلا یه لیوان آب گرم بعد میخوردیم، اون توی بهشت برین خودش بود. این از وضعیت حقوقی اوناست. الان هم مثلا خب خیلی هاشون که میگن میخوایم بریم، این کاغذ رو میذارن جلوش، تو این امضا رو دادیم، تو این کار رو کردی، براش پرونده سازی میکنن. ببینید انقدر دستش بازه که اومده کمیساریا رو خریده. شما قبلش از خانم محمد نژاد سوال کردید، ببینید در آلبانی چون نظام مافیاییه کمیساریا رو خریدن، اگر اون 3000 نفر رفته بودن به کشور رومانی مثلا، ببینید اون رومانی رو کمیساریای رومانی رو نمیتونستن بخرن چون توی اتحادیه اروپا بود، چون
قانون اتحادیه اروپا مشخصه. بله قانون بوینی. یکی از دوستان نوشته که واحد پول آلبانی لک هست. بعد یکی دیگه میپرسه که شام و نهار و غذای اصلی این اعضا رو هم هزینش رو خودشون باید پرداخت کنن. من فکر میکنم نه، فکر کنم اینها چون اونجا به صورت عمومی زندگی میکنن احتمالا یک هزینه یا به عنوان روزانه یا پول تو جیبی بهشون میدن اگه کسی سیگاری باشه یا کسی بخواد چیز دیگه بخره، ولی تعریفهای زیادی شنیدیم که این پول هیچ وقت کافی نبوده و نخواهد بود. در همین رابطه آقای رزاوی نوشتن که 99% افراد در فقه رجوی از حق و قانونی و پناهجویی و پناهندگی بدون اطلاع هستند و از این موضوع مریم غجر برای پیش بردن نیت پلید خود استفاده می کند. کسانی مثل محدثین و حسن نایب آقا شدن نماینده های این افراد و تصمیم گیرنده اصلی مریم غجر و سران فرقه هستند. اعضای فرقه نردمان ترقی و گوشت دم توپ سران این فرقه هستند. دقیقا همون چیزی که شما گفتید، اینها رو مثل افراد صغیر رفتار میکنن باشون و این به اصطلاح مسئولین و مریم و رجوی اگه وجود داشته باشن اونها شدن ولی ایشون اینها یا به اصطلاح کبیر اینها. در صورت شما خبر دارید که شام و نهار این اعضا در آلبانی خودشون باید پول بدن یا به صورت دست جمعی و همون ارتش هست هنوز؟ ببینید الان یه تعدادی که رفتن قرارگاه سه، قرارگاه اشرف سه رفتن، خب مسلمن با اونا اینجوری حساب میکنن که این پولی که مثلا الان بهتون میدیم مثلا برای خرید مایحتاج اولیتون، یعنی چی؟ یعنی جوراب، لباس زیر، لباس رو، شاید نه بیشتر میتونه لباس زیر رو اینجور چیزا باشه. اما ببینید همون رو بخوان بگن که خب الان مثلا پول غذای شما شده مثلا 10 که نمیدونم لک اونو واحد اونجا لک هست. بله لک. بله بعد ببینید میان اینجوری باهاشون حساب میکنن. همیشه مریم رجوی اون زمانم که من خودم توی قرارگاه اشرف بودم همیشه یه جوری با ما صحبت میکرد که واقعا آقای صبحی انگار ما از تو خیابون اومدیم بیرون، انگار که ما مثلا نه غذا داشتیم بخوریم نه لخت بودیم. ما رو همیشه مدیون مسعود میکنم گفت چیه پول رهبری رو میگیرید، لباس رهبری رو میپوشید، حرفم میزنید. یعنی این شکلی با ماها رفتار میکرد اون زمان. الان که خب بدتر از اینه، الان خیلی بدتر از اینه بابا. اون یعنی واقعا من فکر میکنم که شاید پول قضاشون هم ازشون بگیرم. نمیدونم چیزایی که میشنوم با فکر میکنم اینجوری باید باشه. بسیار ممنونم. شما اگه در رابطه با این وضعیت حقوقی باز صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه این ماجرای حمله به منتقدین این فرقه به نظر میرسه که اینها اشتباه بزرگی مرتکب شدن در پارلمان اروپا و واکنش نمایندگان پارلمان اروپا رو به دنبال داشت. حتی مثل اینکه خواستن که از ورود مریم غجر و به اصطلاح افراد مجاهدین در آینده به اصطلاح جلوگیری بشه. حالا نمیدونیم اونجا هم مثل آلبانی اینا میتونن با پرداخت پول و با کادو و اینها به اصطلاح عوض کنن این رو، یا شما فکر میکنید که اینها یک اشتباه بزرگ کردن که این کار در اروپا انجام شد، حمله به منتقدی؟ بفرمایید. بله آقای سوربیا، همونطوری که ما همیشه گفتیم و باز هم میگیم اینه که بر خلاف این که مریم رجوی میگه آلترناتیو حقوق بشر، برابری زن و مرد و و و اینا فقط شعار وزکه. یعنی این ما سالها پیش این نقاب رو برداشتیم از رو چهره اونا، اما شاید خیلی از افرادی که دارن الان گوش میدن تازه بخوان متوجه این مسئله بشن.
ماها بارها گفتیم این ماهیتش نه آلترناتیوه، نه مسئلهش حقوق بشره، نه برابری زن و مرده. میگه همه رو من شده فدا بکنم، میکنم که یک روز به قدرت برسم. سال 76 بود تو نشست ها برگشت مریم رجبی به تمام افراد با یک تار موی مسعود رو به 75 میلیون جمعیت نمیدم. ببینید یعنی تمام مردم ایران فدای یک تار موش. یا زمانی که سال 76 بود مردم رفتن انتخابات بود، آقای خاتمی رو انتخاب کردن، مهوش سپهری نشست گذاشت گفت تمام اون دانشجوها رو باید گذاشت سینه دیوار، این از این آزادیه که اونا میخوان. خب این خیلی تلاش کردم که بتونن با چیز توی این چند ماه اخیر وقتی که ترامپ اومد و خواستن تلاش کردن که برنامه برجام رو به هم بزنن، با لابی های اسرائیلی و عربستان خواستن که قدم های تندی برای ایران بردارن. خیلی تلاش کردن که موفق نشدن این وسط. خب این چیزشون آخریشم این بود که توی کنگره آمریکا میخواستن وارد بشن، خیلی به هر دری زدن با هر طریقی که نشد. اومدن گفتن که خانم موگرینی که مسئول سیاست خارجی اروپا است در 6 دسامبر میاد توی پارلمان اروپا، که اینا هم پاشدن با کلی هزینه، با کلی هزینه پاشدن رفتن اونجا. ولی قبلا خانم موگرینی به اینا جواب منفی میده، لابی های سازمان میان بهش میگن که اشکال نداره، ما خواسته شما رو خانم رجوی توی خود پارلمان تو سالن میبریم تقدیم میکنیم به خانم موگرینی. یعنی خانم موگرینی رو ما در آن واحد میزنیم توی منگنه که باید با شما ملاقات کنه، یعنی در مقابل یک کار انجام شده قرارش میدیم. بله بله. که ایشون هم برگرد، یعنی جالبیش این بود که بهشون گفته بودن که رئیس جمهور در تبعید خانم مریم رجوی مثلا تنها سب کنید نمیشون که آره خانم رئیس جمهور در تبعید، بعد رئیس جمهور ایرانی در تبعید، بعد میگه که تا خانم موگرینی میگه تا جایی که من خبر دارم رئیس جمهور ایران یک زن تبعیدی نیست و من در ایران نیستم، اینجا پارلمان اروپاست. که این گفت من به هیچ وجه نمیخوام باهاشون ملاقات کنم. ببینید وقتی که جواب رد میشنوه اینقدر وقیحانه دست به این جنایت اینا میزنن، به این فکر نکردن که خب بعدا چه خواهد شد. خب به اون آقای خوشحال و آقای عبدال ابراهیمی برگشتن گفتن که اگه دفعه دیگه هر کدوم شماها بیای اینجا سرتون رو میبرید میذاریم رو سینه. ببینید داعش همچه حرفی رو نزد به هیچ کس. چقدر اینا ببین به چه نقطه رسیدن که الان میان میگن که ما علنا میان تهدید میکنن. مسئله این نیست، خب بیان بکنن تهدید میکنن بذار ببینیم چیکار میکنن. ولی ببینید از اونجایی که اینا انتظار نداشتن خانم موگرینی به اینا جواب رد بدن، وقتی که اونجا در اون موقعی که خانم رجبی در اونجا هست میان این کارو میکنن، چون
براش خیلی سخت بود، خیلی هزینه کرده بودن که حتما این شده حتی یک دونه عکس بگیرن برای تبلیغات خودشون. البته سازمان اومد تو همین سایت های مختلف گفتش که چی؟ بالاخره پای ما به پارلمان اروپا باز شد، تبلیغ اینجوری کردن، رفتن چند تا عکس گرفتن، منتها تمام با لابیای خودشون، لابیایی که پول داده بودن عکس گرفتن، بیای خانم رجبی هم رفت تو پارلمان اروپا. خب واقعا یه خودکشی سیاسی بود واسه خانم رجبی که به عنوان یک رهبر نباید زمانی که خودش اونجاست این حرکت رو بخواد انجام بده. به ضرر ما هیچی نشد، به ضرر ما جدا شده ها هیچی نشد، به ضرر خودش شد، چون بلافاصله بعد از اون اتفاقی که افتاد، خانم گومز در یه سخنرانی که داشت گفته که ما نباید نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ساکت باشیم، ولی لازم است برای اینکه حرفهایمان اعتبار پیدا کند و تاثیرگذار باشد، چشمانمان را به روی فعالیت‌های گستاخانه و تحریک‌آمیز فرقه‌ها از جمله فرقه مجاهدین خلق معروف به MEK در درون همین پارلمان دست به اقدام زده و هفته گذشته به طور فیزیکی یک تن از مخالفین خود را در بیرون این پارلمان مورد ضرب و شتم قرار دادن. ببینیم من مصرانه از رئیس ناجانی خواستار اخراج تمامی عوامل مجاهدین خلق که در تمامی اماکن اتحادیه اروپا فعالیت دارند هستم. این مسئله همچنین موضوع امنیتی همه ماست. شما اون فیلم رو میتونید نشون بدید آقای سوربی برای بینندگان؟ فیلم رو حاضر کردم، ولی اجازه بدین که تشکر کنم از دوستانی که با ما همراه هستن. میگن که اولا خانم بتول سلطانی هم بهشون سلام میکنم، هم سال نو رو پیشا پیش بهشون تبریک میگم. ایشون نوشتن که سلام به شما آقای سوربی و میهمانان عزیز شما از انجمن زنان و امید به این که سایر دوستان ما هم شهامت پیدا کنند و تجارب خود را با سایر هموطنان در میان گذاشته و دیوارهای تشکیلات باقی مانده در ذهنشان را منهدم کنند. امیدوارم. دوستان دیگه سوال میکنن که این لابی ها تو پارلمان اروپا یا مجلس آمریکا کیا هستن؟ چرا چهره های اینها افشا نمیشه؟ من ایشون رو رجوع میدم به صفحه کانون آوا، avaassociation.com. اونجا عکس ها اسم ها هست. ما که تو آمریکا هستیم تعدادی از اینها رو میشناسیم، یه سری افراد بدنام سابق که فقط به خاطر 10000 دلار، 15000 دلار، 20000 دلار اینور اونور این کارو میکنن. و سازمان هم چند مدتی هست که یک دفتری در خیابان کی باز کرده و آقای جعفرزاده هر روز مشغول خوردن و رفتن رستوران با اینها هست و ماشاءالله هر روز داره چاقتر میشه. امیدوارم که مواظب خودش باشه که یه وقت اینجا نترکه. در صورت این دوستمون نوشته که آیا توجه کردید که نفر وابسته به سازمان نتوانست بیشتر از نیم ساعت تحمل کند و از واقعیت صحبت شما که گفتید بدون هویت آمده و متهم هم میکند به اصطلاح تحمل نکرد و رفت؟ اجازه بدید من خدمت شما اینو بگم، وقتی که دوستان صحبت میکردن من برای این طرف نوشتم که بیایید شما مهمان ما باشید و شما حقیقت رو بگید. باورتون میشه که من به کسی که میاد به شماها توهین میکنه که سالها عمرتون رو گذاشتید با شجاعت با شهامت دارین خاطراتتون رو میگید و خودش بدون نام و نشان از تاریکی داره به روشنایی سنگ میندازه، من ازش دعوت کردم که بیاد ولی فکر نمیکنم جواب بده. این هم در رابطه با این دو افراد. و اون فیلم هم آماده کردم نشون میدم. باز اجازه بدید از آقای جورج تشکر کنم. ایشون نوشته که مستر سوربی، لیدی موینی is talking very well about this cult. میگه که خانم موینی بسیار عالی صحبت میکنه درباره این فرقه. I know she's a victim of this cult. میگه که
من میدونم که ایشونم یکی از افرادی هست که به اصطلاح زندگیش تحت تاثیر این فرقه بوده و حالا کلمه ویکتیم رو من نمیدونم چجوری به فارسی ترجمه کنم، میدونم ولی بعض وقتایی مغزم گیر میفته. و ایشون میگه که her ex husband، میگن که همسر شما، همسر قبلی شما still is هنوز عضو این سازمان هستن و ایشون سوال میکنه is she going to do her best to rescue، میگه آیا شما فعالیتی میکنید تا همسر سابقتون رو از سازمان نجات بدید؟ بله، همسر سابق من هنوز توی فرقه رجویه. تا جایی که میدونم یک بارم من همینجا گفتم زمانی که افرادی که اومدن و با من ارتباط برقرار کردن از یک دادگاهی حرف زدن که اونو به خاطر من محاکمه کردن، یعنی 5 سال 6 سال بود که من از ایشون جدا شده بودم به خاطر اینکه واقعیت ها رو اینجا به دولت آلمان و گفتم مسعود رجوی با مریم رجوی و تمام سرانش تو نشست های شورای رهبری و امای قدیم یه دادگاهی رو تشکیل میدن، این آقا رو دادگاهی میکنن، بدترین حرفا رو که میتونستن بهش میزنن، حتی میدونم که تو همون جا میز و صندلی رو کمرش میشکنن، نمیدونم دیگه نمیدونم چی باید بگم. اجازه بدید من برای دوستان توضیح بدم وقتی که شماها این خاطرات خودتون رو میگید چه دردی رو به اصطلاح تحمل میکنید و چگونه متاثر میشید و به همین خاطر هست که باید به شجاعت و شهامت شما آفرین گفت. اجازه بدید که اون فیلمی رو که شما ارسال کردید من پخش کنم تا شما هم کمی به اصطلاح آرام بشید و امیدواریم که ایشون آزاد بشه و بتونه زندگی آزاد خودش رو در سال جدید شروع کنه و ما هم باشون مصاحبه داشته باشیم. یه چند تا سوال هم برای خود شما هست که آیا در فرقه که رجوی اصلا صداقت وجود داره؟ چرا مریم رجوی و مسئولین فرقه از ریزش و جدایی از ایران میترسن؟ ضمناً سوالی که چند روز گذشته خیلی پخش میشد و از من پرسیدن در رابطه با جدا شدن پسر رجوی مصطفی از سازمان بود که کانون آوا هم خبرشو نوشته ولی برای بعضیا هنوز این خبر قابل قبول نیست. ازتون خواهش میکنم بعد از این فیلم، وقتی که بهتون گفتم این فیلم به اصطلاح نشون داده شده، بعد در این مورد صحبت کنید. پس با هم بریم این فیلم رو ببینیم. و این خانم گومز هست نه؟ بله خانم گومز هست در پارلمان اروپا. بسیار ممنون. پس دوستان با هم این فیلم رو ببینیم و برگردیم با خانم زهرا معینی باشیم از انجمن زنان ایران از آلمان. La signora deputata Anna Gomes. Full support for High Representative Mogherini's efforts in implementing the nuclear agreement with Iran, which is strategic for the EU and global security. The EU should encourage Iran to play a responsible role in its region and behind, in contrast with the Wahhabism fueling terrorism and escalation by Saudi Arabia and proxies. But the EU should also demand that Iran stop supporting militarily Bashar Assad in Syria. The EU cannot also be silent about human rights concerns in Iran. But for being credible and effective, it must not turn a blind eye to the provocative activities of sects such as the MEK, Mujahideen-e-Khalq, which act within this parliament and last week even physically assaulted an opponent just outside the parliament. This criminal act happened when the MEK leader Mariam Rajavi was in the parliament. I demand from President Tajani the expulsion of MEK agents who work at the EP building and premises. This is also a security matter for all of us. بله. ایشون میگه که ضمن اینکه به ایران و رژیم ایران هم حمله کرد و
گفت که اونها هم کارهایی که انجام میدن درست نیست، ولی میگه که سازمان مجاهدین باز همون جوری که شما گفتید وقتی که مریم رجوی در این ساختمان بوده به منتقدین حمله کردن و میگه که ما نمیتونیم همچین چیزی رو تحمل کنیم، هم از لحاظ سکیوریتی هم از لحاظ امنیت، و باید اینها رو به اصطلاح از اینجا اخراج کنیم. خب اگر لطف کنید درباره اون موضوعاتی که دوستان صحبت کردن، یا اینکه آیا در فرقه رجوی صداقت وجود دارد؟ خود من خندم میگیره وقتی اینو میخونم، ولی پرسیدن منم باید بخونم. بفرمایید. البته که وجود نداره. توی سالهای گذشته افرادی که تونستن از فرقه فرار کنن، هر کدوم به شکلی خودشون رو به یه جامعه آزاد برسونن، اونها رو گفتن و ما باز هم میگیم. تمام صحبت‌های مریم رجوی همونجوری که گفتم خیلی قشنگه، ولی در واقع مریم رجوی فقط برای یک هدف این حرفا رو میزنه که بخواد به حکومت برسه. اگر رجوی صداقت میداشت، ببینید الان اینا در دیگه 2 ساله ترکی الفیصل گفته که مرحوم مسئول رجوی، ببین هنوز اینا نتونستن در این یک رابطه موضوع صحبت کنن، در رابطه با زنده بودن مسئول یا مرده بودنش. و اولین چیز از همینجا شروع میشه. وقتی که از بالا تا پایین به افراد دروغ دیکته میکنن، به افراد به دروغ میگن که ما مثلا ترامپ میره به ایران حمله میکنه و با سلام و صلوات ما رو سوار هواپیما میکنن میبرن ایران. خب این دروغه. بعد بیاد بگه که ببین من نتونستم، نمیتونم، باید بیاد بگه که من اگر بیاد بپذیره، بیاد بگه که آقا من اشتباه کردم، ارتش آزادی بخش اشتباه بود، رفتن به عراق اشتباه بود. صداقت مگه چیه؟ بیاد اینا رو بگه. مگه ما تا الان چی میخواستیم ازش؟ میگوتیم ببین تو که میگی من درست میگم، بیا با ما مناظره کن، بیا منو قانع کن، بیا منو قانع کن. چرا نمیای؟ با اینکه زهرا معینی مثلا مزدور، خب این سال هاست که دارید اینو میگید. مسعود همیشه میگو هر کی که با ما نیست بر ماست. یعنی من چون مجاهدین رو قبول ندارم حتما رفتم توی مثلا چه جمهوری اسلامی. اینه همیشه نمیاد پاسخگو نیست به افراد خودش. ماهارم میخواد به یه شکلی از صحنه خارج کنه، بگه که مثلا من تهدیدشون میکنم. خب تهدید بکنن، کی از این صحنه فرار کرده؟ منظور من اینه که اگه صداقت میداشت میامد الان در این شرایط الان از افراد که بردنشون به قرارگاه 3 اشرف تعهد دروغ نمیگره، بگه آقا این تعهد مثلا تا آخر عمرتون اینجا امضا کنید، میرید از تیرانا میرید تو اون قرارگاهی که ما براتون در نظر گرفتیم. خانم. مثل قرارگاه اشرفی که تو عراق بود. بیاید آزادانه بله؟ بله ببخشید، چون شما صحبت از مزدوری کردیم و اینکه همیشه اینا به شما اتهام میزنن که شما مزدور هستید، یک سوالی در همین رابطه است که دنباله چرا مریم رجوی و مسئولین فرقه از ریزش و جدایی اسیران میترسن این هست که به نظر شما مزدور چه کسی است؟ بله ببینید، این به جای اینکه بیاد الان آزادانه بگه که ببینیم خانم ایکس یا آقای ایکس، به جای اینکه من بخوام شما رو مثلا بگم باشه میخواین ازدواج کنید، من مثلا یکی رو واسهتون تعیین میکنم که یا زنتون بشه یا شوهرتون، بیاین با دیدی که دارید ببینید
بیاین با دیدی که دارید جلوی همه خبرنگارا بگه خانم ایکس بیا با اون دیدی که داری بنویس میخوای بمونی تو سازمان. به خدا یک نفر نمیکنه این کارو، چون همشون فهمیدن که این دروغه. ببینید الان چرا باید توی این سازمان به این مریم رجوی میاد توی پارلمان اروپا؟ به خدا دفعه قبل که رئیس پارلمان اروپا میخواست عوض بشه، خانم رجوی 450,000 دلار پول داد که بتونه وارد بشه، یعنی اون در اصلی، ماشینای سیاه و فرش قرمز، که بتونه با تمام رؤسای اروپا یه عکس بندازه. 450,000 دلار اون موقع اون پول رو میده افراد خودش رو، کسایی که شیره عمرشون رو گرفته، خونشون رو میکیده، اونجوری به شکل چیز میفرستدشون یا تو قرنطینه، در اصل میشه گفت یه قرنطینه است براشون، یا اینکه کسی که میاد بیرون آسه پاس هیچی نداره. اگه الان بخواد واقعا مریم رجوی میترسه از اینکه چرا ببینید آقای سیامک نادری یک گوشه از جنایت ها رو پرده برداشت، خب نزدیک 1,000-2,000 نفر توی الان میخوان توی تیرانا یا رفتن یا در آینده خواهند رفت، ما وقتشون تو قرارگاه سه اشرفه، هر کدوم اینا بیان از فجایعی که رخ داده بخوان بگن، واقعا آدم سنگ رو سنگ بند نمیشه. مریم رجوی نمیخواد، یعنی تا الان که هیچ آبرویی جمع نکرده، یعنی ما بقیه آبرویی هم که داشته میره، یعنی در تاریخ ببینید تاریخ همچین خفتی رو هیچ وقت ندیده که یک زن بخواد این کارو با نیروهای خودش بکنه. به خدا هیتلر این کارو با نیروهای خودش نکرد، این دست هیتلر هم از پشت بست. بابا هیتلر اومد گفت میخوام اروپا یکی بشه، نگو مردم خودمو میکشم به خاطر منافع خودم. خانم رجایی میگه همه مردم ایران فدای یه تار موی مسعود، حالا معلوم نیست این مسعود زنده است یا مرده. بله اجازه بدین که یکی از دوستان سوال کرده که چه جوری اونایی که تو فرقه هستن و اینها میشه بگیم که خب با شستشوی مغزی، با برنامه‌های هیپنوتیزمی اینا رو نگه داشتن، راضی نگه داشتن با قول و وعده و وعید دروغ 30 سال، ولی چجوری میشه یه نفر در کشورهای آزاد اروپا و آمریکا باشه و هنوز هوادار باشه؟ من اجازه بدید جواب این رو از طرف خودم بدم. همون جوری که در آمریکا که بهترین کشور دنیا هست، افرادی اینجا پیدا شدن که طرفداری ترامپ رو کردن، ترامپ نژاد پرست و ترامپی که میگه من میخوام آمریکا رو برگردونم به زمانی که خوب بود، هر کی ازش میپرسه کی خوب بوده هنوز نمیتونه بگه، چون احتمالاً منظورش اینه موقعی که بردهداری بوده و اینها. این چیز آسونی هست که توی دنیا یا توی این کشورهای آزادم افرادی مثل آقای غلام ترشیزی، مثل آقای فیلابی، مثل دیگران به اصطلاح هوادار اینها باشن، چون اونها هم به اصطلاح گول این سازمان، گول این صحبتاشون رو خوردن یا شرایطی که دارن. مثلا آقای فیلابی خب دوتا از برادر خانماش کشته شدن به دست جمهوری اسلامی، کینه‌ای که در دل اینها وجود داره باعث شده که همینجوری به این سازمان آویزون باشن، حتی اگه میدونن امیدی نیست. دوست دیگه‌ای آقای رزاقی نوشته که رجوی 30 سال است که به سمت ایران پیشروی میکند، اگه لاک پشتم بود تا حالا 2 بار کره زمین رو دور زده بود و اینها هنوز به تهران که نرسیدن هیچ، رفتن به تیرانا که اصلا توی قاره دیگه هست فکر کنم اینجوریه. و
یه نفر هم اومده به عنوان مثلا شعار، البته اسمش هم یا چینیزه یا ژاپنیه، این خط رو من نمیتونم بخونم، نوشتن مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر منافق، به جای خلق هم نوشتن خلاق. بعد اون دوستمون نوشته که منافق خلق کسی است که ادعای دموکراسی میکنه اما همراه آدم خاران فرقه رجوی است. منافق خلق کسانی هستند که ادعای دموکراسی میکنن و همکاسه صدام حسین و عربستان میشن. من ممنونم از این دوستان و ببخشید حرف شما رو قطع میکنیم، ولی میخوایم هم احترام گذاشته باشیم به این دوستان و هم از روز اول گفتیم که هم در حین برنامه میتونن تماس بگیرن و هم پس از برنامه، چون این برنامه ها هر روز تا جمعه آینده روزی حداقل یک بار، بعضی وقتا دو بار پخش میشه، در بایگانی هم موجود هست. باز من ساکت میشم و میکروفون رو در اختیار شما میذارم. باز هم آقای جورج تشکر کرده از این صداقت شما و اینجوری که خیلی خودمونی صحبت میکنین. جواب ایشون هم این است که سخن که از دل برآید لاجرم بل دل نشیند. بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید آقای سوربی، اون دوستی که سوال کرده بود، کسایی که پول تو خارج هستن و هوا داره سازمانن، ببینید اون افراد رو سازمان خریده. ماها خودمون میدونیم وقتی که شو میشه، شوی پاریس رو میخوان، ویلپن پاریس رو درست کنن، به افراد میان از کمپ های پناهندگی نفر میبرن 50 اورو 100 اورو بهش بهشون پول میدن که فقط برای 10 دقیقه باش. ما یک سفر یک هفته در پاریس خیلی قشنگه، آره خیلی قشنگه، ولی توی یه هفته تو هتل فول پانسیون باشه برای هر کسی قابل چیز نیست، خیلی سنگین میشه. ببینید وقتی که یکی داره پول میده، مثلا اگه یکی به من پول بده بگه بیا برو مسافرت، دلم نمیخواد برم مسافرت. من که اینجا دارم از 8 صبح تا 8 شب میدویم برای کار کردن، میدونی رفت آمدمون. خب یکی میاد میگه مثلا آقا 1000 تا میدم، من کسی نمیاد به من بگه چون من قانون آلمان رو میدونم، اما برای یک پناهنده، برای یکیسی که نمیدونم با حقوق 200 ساعت تا داره زندگی میکنه، خب معلومه یه هفته پاریس یه پول تو جیبی. اینه که ما بارها گفتیم. اون دوستی که پرسیده بود به نظر شما موضوع کیه؟ حالا ولی برای اینکه کسایی که در بیرون اومدن جدا شدن از سازمان، یا برای کسانی که در آینده قراره که جدا بشن، این هست که با این انگ روبرو میشن، این به اصطلاح خودشون یک خط سرخه که ما اگه بریم بیرون مزدوریم، حتما مثلا وزارت اطلاعات همین بغل واسطه که ما ما اینا یارگیری کنن. و این فقط یه باد هوایی که سازمان تو سالها تو ذهن ما کرده بود که ما اگه جدا بشیم چه جوری میشه. نه، هیچ جوری نمیشه. هر جوری که خود شخص دوست داره زندگی میکنه، هر جوری که دوست داره لباس میپوشه، هر جوری که دوست داره میخوره، این اون چیزیه که سازمان نمیخواد هیچ وقت این افراد بهش برسن. حالا بگذاریم از این انگایی که به ما میزنن، باید بیاییم بگیم که خانم رجوی و آقای رجوی که حالا معلوم نیست زنده یا مرده، به هر صورت که من دوست ندارم مرده باشه. ببینید قلب من دوست نداره که این آقا مرده باشه، چون مرد راحت ترینه براش. ولی ببینید کسی که میره اطلاعات مرزی کشورش رو به کشوری که در حال جنگ میده و میلیون میلیون پول میگیره،
یا میره با لابیای اسرائیلی و عربستان میشینه و اطلاعات میده، یا میره با داعش دست میده، نمیدونم زمان شروع داعش که در عراق و سوریه بود، در عراق و سوریه بود، میره میگه که مردم به سطوح اومده عراق هم که اینجوری سلاخی میکنه، یعنی میره با داعش دست میده. 260,000 دلار مریم رجوی به اخبار المسلمین در مصر کمک میکنه. ببینید باید بیاد پاسخ اینا رو بده، اون موقع مشخص میشه مزدور کیه، اون موقع مشخصه که ببینید بارها و بارها من شخصا خودم گفتم که خانم رجوی میخوام باهات مناظره کنم. ببینید من چون هیچی در چنته ندارم که بگم میبازم، چون من یه آدم حقیقی و واقعیم، بیا با من مناظره کن، میخوام بدونم، حق منه که بدونم، حق مردم ایرانه که بدونن. تو نمیتونی بشینی اینجا بگی مردم ایران، نه، مردم ایران خودشون میدونن چه کار باید بکنن. حق این افرادیه که بدونن چرا 30 سال شما به دروغ بهشون گفتید که 6 ماه دیگه میریم ایران. 6 ماه شد 1 سال، 1 سال شد یعنی ما میریم به عراق. چرا رفتید به عراق؟ بیاید اون موقع مشخص میشه مزدور کیه، اون موقع مشخص میشه. یعنی واقعا آقای سربی، اینا هیچ وقت نمیتونن در هیچ شرایطی بیان به ما پاسخ بدن، فقط این وسط ترور شخصیت میکنن، این وسط فقط یه چیزی میگن که مثلا منو یا امثال منو بترسونن که ما حرف نزنیم. بله. که من متاسفانه نمیترسم، یعنی از هیچی نمیترسم. بله. خانم معینی اجازه بدین که با دوستان باشیم چند دقیقه. یکی از اونها میگه که من براتون فیلم هایی رو میفرستم که فرقه یا سازمان در تلویزیون رهبران تروریستی در سوریه حمایت کرده و کشته شده های این تروریست ها رو شهید قلمداد میکنه، فیلم هاش موجود هست و براتون میفرستم. دوستی بس. گفته که اون ماجرای خرجی و روزانه و به اصطلاح پول تو جیبی، میگه که سازمان مثل ارتش که یه فروشگاهی داخل خودش هست، حتی توی این آپارتمان‌ها یه اتاقی چیزی گذاشته، دلیلش اینه که سعی میکنن خودشون به اعضا جنس بفروشن که این اعضا بیرون نیان. چون اگه یادتون باشه 2-3 تا ماجرای زشت، دزدی از فروشگاه، دست درازی به خانم‌ها در خیابون و اینها اتفاق افتاد همون اوائلی که اینها اومدن آلبانی. حقیقتا خب شهرهایی هم که پادگانهای ارتشی بود همه میدونستن وقتی که یه عده جوون و یه عده مرد رو معذب نگه میدانی توی ارتش، یه روز که مرخصی میگرفتن میمدن بیرون، بعضی وقتا زنها رو آزار اذیت میکردن، حالا لفظی فیزیکی بمانه. و یه دوستی که اجازه بدین چون این سوال در برنامه‌های دیگه هم میشه، من یه توضیحی بدم در رابطه با تلویزیون مردم، همینجوری که اسمش مردم هست، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم، و هر کسی میتونه اینجا برنامه داشته باشه. این دوستمون که اسمش به نظر کردی میاد ولی فامیلیش آبادان، کاصادق آبادان، نوشتن لطفاً به اعتراضات مردمی بپردازید. دوست عزیز، این دوستان سالها هست هفته 2 ساعت برنامه رو خریداری کردن. افرادی که میبینید، این خانم زهرا معینی اگر دستش مجروح شده ولی با همه این شرایط در آلمان مفتخوری نمی کنه، میره کار میکنه، به قول خودشون از صبح تا شب کار میکنن تا امورات زندگی و خانوادهشون رو بگذرونن. اینها میان از خرج خودشون کم میکنن، ساعتی رو میخرن، برنده هم استخدامم که بشینن با اینا صحبت کنن. خب شما بیا نیم ساعت بگیر درباره با اعتراضات مردم صحبت کن، که اتفاقا من در برنامه خودم در این مورد هم فیلم دارم هم میخوام صحبت کنم. ولی آقای کاصادق آبادان، من از شما یه سوالی دارم. اگر
پدر بزرگ شما فوت کرده باشه، ختم پدر بزرگت باشه و منده اونجا آخوندم دارم روزه میخونم، آیا به خودت اجازه میدی که بیای اونجا بگی که آج آقا پس فردا عروسی خواهر منه، راجب عروسی خواهر منم بگو؟ خانم معینی لبخند میزنه. خب ما چه میخوام یاد بگیریم؟ هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. بیان جاتونو بگیرید، نکتتونو پیدا کنید، مکانتونو پیدا کنید و صحبت کنید. بازم از این دوستان ممنونم. باز آقای جورج میگه که سازمان مجاهدین هم به من سوربی هم به خانم ستاره درخشش از وایس آف امریکا حمله کرده. دوست عزیز شما کسی رو بیار که اینا بهش حمله نکرده باشن. اینا از بس به همه حمله کردن دیگه حملاتشون هم بی اثر شده، بی فایده شده. خانم معینی خیلی قشنگ گفت، گفت آقا هیتلر با اون هیتلریش مردم خودش، اعضای خودش رو اینجوری مورد آزار و اذیت قرار نمیداد. و این سازمان شما ببینید، قولتون میدم پس فردا آقای رجبی هم میاد میگه این پسر منم مزدور بوده و سپاه قدس بوده و اصلا اینو روزی که از آغوش مادرش که کشتن برداشتن بردنش تو سپاه پرورشش دادن بعد فرستادنش برای ما. این یک چنین فردی هست، یک چنین سازمانی. اگه اینجوری نبود که سازمان... آقای سوربی ببخشید، بفرمایید. آقای سوربی به خدا، یعنی من توی سازمان بودم اون زمان، یعنی خب قبلش که بچه بودم که مصطفی رو، یعنی اشرف ربیعی و سردار خیابانی کشته شدن، بعد توی سازمان همیشه مسعود نشست میذاشت. زمانی که عاشورا میشد، یعنی برنامه عاشورا، همیشه هم از مذهب، یعنی اول شروع که از مذهب دزدی از اون شروع کرد، گفت من سرور و سالار شهیدانم، فرق من با امام حسین اینه که فرزند شش ماهه امام حسین رو یزید کشت، بعد آخر سر منو کشت، یعنی امام حسین رو کشت، ولی لاجوردی اینجوری میگفت، لاجوردی فلان فلان شده بچه منو به جای این که بکشه داد به پدرم، این بچه برای من درد سره. ببینید در رابطه با بچه خودش داره میگه، نه در رابطه با بچه من، یعنی آرزو میکنه این بچه رو کشته باشن که بلکه از کشته شدنش. من اینجا چندین بار رفتم براشون فیلم برداری کردم و دیدم آره؟ اینها چجوری از اعضایی که از بین رفتن و کشته شدن سوء استفاده میکنن. و حقیقتا همون موقع به خودم گفتم ای داد بیداد، به نظر میرسه که ما یه ضرب المثلی داریم، در ایرانی میگن فیل مرده و زندهش یه قیمت داره، ولی به نظر میرسه اعضای سازمان مجاهدین بیچاره مرده هاشون بیشتر ارزش داره، بیشتر با ارزشه. بله خیلی ممنونم. باز اگه خود شما موضوعی رو میدونید که باید در مورد صحبت کنید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان، من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون. میخوام توی چیز کوچیک بگم که در رابطه با مصطفی یا محمد رجوی خیلی خوشحالم اگر اومده باشه بیرون، خیلی خوشحالم، چون کسایی که اومدن بیرون و میگفتن که در قرارگاه هفت بوده، مثل این که یکی از فرمانده ها حسین مدنی نشست داشته بوده در رابطه با محشویی و چه میدونم از این چیزا بوده، که مصطفی پا میشه اعتراض میکنه، میگه من کارایی که پدرم میکنه باعث شرم برای من، باعث سرفکندگی من شده، که اینو سعی میکنن یه جوری بشوننش اونجا. ببینید بعد از اون این بچه اجازه نداشت تنهایی جایی بره، همیشه سه یا چهار نفر همراه این بودن. تعریف میکردن که حتی توی دستشویی این اجازه نداشته تنها باشه. ببینید کسی که با بچه خودش این کارو میکنه.
دیگه چه انتظاری داریم از مردم ایران؟ ببینید اون دوستی که میگید کرده، میخوام یه سوالی رو ازش بپرسم. جناب شما میتونید بیاید در رابطه با آلمان نظر بدی؟ نمیتونی، چون تو آلمان زندگی نمی کنی. من نمیتونم نظر بدم چون 30 ساله در ایران نبودم. من نمیتونم بگم من میشم رهبر اونا. نه، مردم ایران عقل و شعور دارن، خودشون میدونن که چه کار باید بکنن. من توهین به شعور اونا نمی کنم. اگه هرچی میخوان اون خواسته خودشونه، نه خواسته من. من اینجا راحتم. من نمیتونم بیام بگم آقا فردا پاشید برید بیرون. نه، این در چیز من نیست. اینه که واقعا بعضی وقتا بعضی افراد میان یه سوالایی میکنن که آدم خندش میگیره. ببخشید آقای سوالی. خب بد نیست برای به اصطلاح تنوع برنامه، این دوستان اینجوری کمک میکنن. من بازم از شما ممنونم و امیدوارم که در سال آینده خانم معینی خبرهای بهتری رو شما با دوستان بیننده در میون بگذارید. امیدوارم در سال آینده افراد بیشتری، به احتمال زیاد ما یه سری دوستان جدید، حالا دو تا از دوستانی که در آلبانی از سازمان جدا شدن باشون مصاحبه کردیم، امیدوارم دوستان جدیدی هم با سازمان با کانون آواد تماس بگیرن و در برنامه‌های آینده داشته باشیم. دلیلش اینه که اخباری که اینها دارن جدیدتره و میتونیم اطلاعات بهتری رو کسب کنیم. امید بزرگمون اینه که سازمان هم به خودش بیاد و ببینه که 50 سال فعالیت دیگران رو چگونه برباد داد. به قول خودشون 120 هزار تا کشته و امروز چند قدم هم دورتر از ایران شدن. به جایی که نزدیکتر باشن، در قلب مردم جا داشته باشن، مورد تنفر مردم و دور از خانه و کاشانه هستن. من ساکت میشم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. من میخوام ازتون خیلی سپاسگزاری میکنم که در این برنامه بودم. فرق من و خانم رجبی یک چیزه آقای سوربی. ما اگه میریم پارلمان اروپا دعوتنامه رسمی داریم، پول خرج نمی کنیم، ولی خانم رجبی باید کلی پول بده تا بخوان راش بدن. این یه چیز. ولی از شما و از همه بینندگان محترم خیلی سپاسگزارم که پای صحبت‌های ما نشستید. ما صحبت‌هامون رو کردیم برای کسایی که جدید وارد شدن، جدید میخوان ماهیت ضد بشر بودن این فرقه رو ببینن. ببینید ما اومدیم راه رو باز کردیم برای بقیه، بقیه هم انشاءالله بتونن بر شیطان درون خودشون، بر کودک درون خودشون که سرکوب شده غلبه کنن و بیان آزادانه حرفشون رو بزنن. فرقه رجبی در نقطه این نیستش که بخواد کار تروری بکنه، بیاد بگه آقا ترور میکنم اینا. نه، در اون نقطه نیست. فقط تونست بیاد 2 نفر رو بزنه که با واکنش های شدید هم رو برو شد. پس براتون در سال جدید آرزو میکنم که سال جدید سال بهترین ها باشه، براتون سال آزادی باشه، سال دیدارها باشه، بهترین ها برای همه در سال جدید باشه. خیلی ممنون آقای سال. من هم به شما پیشاپیش تبریک میگم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بودید. روزتون بخیر. مرسی. دوستان عزیز، با خانم همیرا محمد نژاد و خانم زهرا معینی بودیم. ممنونم از دوستانی که با ما همراهی کردن. و همین دوستمون آقای کاصادق آبادان گفته که ایرج مصداقی واقعا چه اسم زیبایی گذاشت روی اینها، فرقه رجبی. من نمیدونستم که، میدونم منافقین خلق رو جمهوری اسلامی گفت، ولی فرقه رجبی رو من نمیدونستم که به اصطلاح اولین بار اون گفته. باز آقای جورج یه بار دیگه تشکر کرده و گفته که خانم زهرا معینی خیلی خوب صحبت کردن.
خانم سلطانی میگن که مثل اینکه باز یکی از وابستگان رجوی اینجا پیدا شد و این بحث بهش فشار آورده و نوشته به اعتراضات مردمی. نه فکر نمی کنم من این آقا یا هر کسی که به اسم کاظم صادق آبادان چیز می نویسه فکر نمی کنم. بعضی وقتا دوستان متاسفانه اینو میگن، مثلا ما یه خبری داریم پخش میکنیم، میگن چرا فلان خبر رو نمیگی؟ میگم خب اگه اینجوری باشه من نباید بگم، من باید میکروفون رو باز بذارم شماها خبر بگین و یه چیزایی رو شما میدونید من نمیدونم. برنامه اینه که چیزایی که شما نمیدونید ما میدونیم بگید، بگیم جمع بشه. در صورت با هم مهربون باشیم و سال 2018 رو با مهربانی آغاز کنیم. برنامه ها رو پی میگیریم. این برنامه هم تا یکی دو ساعت دیگه روی بایگانه یوتیوب هم هست، ولی الان مدت هاست که فیسبوک وسیله خوبی شده که برنامه رو بلا فاصله میتونید اونجا داشته باشید، ببینید، ضبط کنید، پخش کنید و الی آخر. روز روزگار بر شما خوش، با ما باشید و اجازه بدیم دیگران هم صحبت کنن در مورد حرفایی که میزنن، یه مقداری تأمل کنیم، تحمل کنیم، تحقیق کنیم، بعد ما بیایم حرف خودمون رو بزنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.